موضوع ممنوع الخروج شدن گروهی از سینماگران ایرانی توسط دولت هنوز هم یکی از خبرهای مهم ایرانه. در همین حال سخنان تازه جواد شمقدری معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تشدید فضای امنیتی موجود حکایت میکنه و به نظر میرسه که فصل تازه‌ای از سانسور سینمای ایران آغاز شده. از طرف این نامه‌نگاری جنجالی بهمن قبادی و عباس کیارستمی هم بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های فارسی زبان داشت و پرسش‌هایی را درباره نقش هنرمند در قبال رویدادهای سیاسی کشور مطرح کرد. امشب با مسعود اسداللهی نویسنده و کارگردان و تهیه کننده مقیم لس‌آنجلس هستیم تا درباره این خبرها صحبت کنیم. آقای اسداللهی، به شما سلام میکنم و درود میفرستم. سپاسگزارم از اینکه در شهر لس‌آنجلس، شهر فرشتگان، با ما همراه هستید. درود به شما، درود به همه دوستان و هموطنانی که ما رو میبینن. آقای اسداللهی، به داستان ممنوع خروج شدن این سه هنرمند ایرانی به پردازیم. آقای میرطهماسب و آقای پناهی و خانم معتمدآریا که هنوز ممنوع خروج هستن، هیچ توضیحی هم از سوی مسئولین در این باره داده نشده. نظر شما چه هست و فکر میکنی این موضوع چه اهمیتی در فضای سیاسی و اجتماعی کنونی ایران داره؟ اولا انقدر موضوع و هر روز ما دوچار معضلات اجتماعی هستیم، سیاسی و تاریخی، که من همین الان که نگاه میکردم به گزارشات اول برنامه شما، رفتم توی غنی کردن اورانیوم، رفتم به این جلسات و بعد یاد گفته آقای ناظری، آوازخوان معروف خودمون، افتادم که چند روز پیش تیتری ازش میخوندم که نوشته بود که اونها بگذارید که به انرژی هسته‌ای فکر کنن و من به اچ. و اما اینکه ممنوع خروج بودن هنرمندان چیز تازه ای نیست. خبر بعدی این بود که آقای شجریان مثل که برمیگرده در فرودگاه ایشون رو نگه میدارن، سوال میکنن که چرا در تلویزیون آمریکا، اینجا صدای آمریکا، مصاحبه کرده. الان داشتم به خودم فکر میکردم، گفتم ما مرتکب این کار خیلی وقت ها شدیم و طبیعتا یکی از اشکالاتی که بعضی از دوستان و فامیل من میگن چرا یه وقت بر نمیگردی، همین یکی کافیه برای اینکه اونجا دچار زحمت و گرفتاری بشیم. این که ممنوع خروج بودن دوباره خبر پریروز بود که من خواندم چند نفر ایمیل هایی که بر من میامد و فیسبوک من، که چند نفر از خوانندگان جوان امروز ایران که بچه‌هایی بودند که بعد از انقلاب بزرگ شدند، در متن حضرت علی، در متن این امام، اون امام هم خوندن، اما ممنوع صدا شدند. این ممنوع چهره بودن، این ممنوع صدا شدن، این ممنوع کار بودن، ممنوع حرف زدن، 30 ساله که ادامه داره، کار امروز و فردا نیست. اتفاقا اشاره کردید به نامه آقای کیارستمی و قبادی، ببینید که بسیاری از فیلمسازان ما، بچه هایی که روز اول بچه های خود این انقلاب بودن، ما رو بی خودی و ناخودی و نخودی می دونستن، فیلمسازان گذشته رو، همچنان بسیاری از زنان و مردان آرتیست ایران رو در خونه ها پیر کردن، گوشه نشین کردن، تو سکوت خیلی از اونها رفتن و تمام شدن. امروز خودشون سرگردونن این طرف اون طرف جهان و تازه دارن مبارزشون رو آغاز میکنن. یادم میاد که ماه پیش بود، نامه قبل از انتخابات، نامه میخوندم از آقای دولت آبادی با آقای عبدالکریم سروش، که انگار در گفتگوی قبلی با شما اشاره بون کردم، که مضمونش این بود یک جا در پایان نامه که به ما چه کار دارید، بگذارید که ما کار خودمون رو بکنیم. شما اون طرف آب نشستید، شعارهایی که همه این سالها به گوش ما خورده، 4-5 میلیون ایرانی رو جز خودشون به حساب نیاوردن. این حرف یک سردار نیست، این حرف یک نویسنده معروف ایرانی است، صاحب چند رمان معروف. اما امروز میبینی آقای که دولت آبادی کتابش دستشونه و خبر شنیدم که در دانمارک یا کشورهای دیگه اروپایی به دنبال ناشر هستن که کتاب خودشون رو چاپ کنن و بعد میگوید که من به کسی رأی میدهم که از تمام
از تمام ایرانیان فرهیخته‌ای که از این کشور بیرون رانده شدند اعاده حیثیت کند. چه حرف زیبایی. آقای کیارستمی هم در تمام این سالها جدا از این چرا چون مطلبی خواندم درباره او، نقد تازه‌ای، اون هم بعد از 32 سال درباره فیلم درشکچی، فیلم معروف رستم کریمی که من هم در اون بازی میکردم، نقد تازه‌ای داشتن. خیلی هم زیبا و انسانی گفته بودن. گفته بودن کریمی وقتی من فیلم گزارش رو ساختم به من گفتن کیا رستمی تو تنها کسی هستی که اولین فیلم نئورالیستی ایران رو ساختی و من بعد از سخاوت او شرمنده شدم. چرا همیشه اعتقاد داشتم و دوباره بعد از 32 سال که فیلم رو میبینم تو همین سالها میبینم که درشکچی اولین فیلم سینمای نئورالیست بوده و حالا بحث بر سر آقای قبادی و کیارستمی. آقای عصاری پیش از اینکه من به نامه این دو سینماگر بپردازم، موضوعی هستش آقای جواد شمقدری که معاونت سینمای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو دارن، گفتن که زمان اون رسیده که اصول و مبانی تازه‌ای برای سینمای ایران ترسیم بشه و سیاست‌های تازه‌ای رو در این زمینه به کار بگیرن. پرسش اینه چرا بعد از 30 سال دوباره چنین حرفای مطرح میشه و این چه اصول و مبانی هستش که بتونه این سینما رو به یه نحوی منسجم کنه به عقیده ایشون؟ آقای بهنود عزیز، من فکر میکنم وقتی انقلاب شد شما مدرسه نمیرفتید هنوز اون موقع، که ما بعد از 1-2 سال بهار آزادی این حس رو داشتیم. این حرف حرف تازه نیست. این حرف 30 ساله که قراره برای سینما، برای هنر در همه زمینه ها، برای رقص، حتی استادیوم ورزشی و همه زمینه ها قانونی به وجود بیاد. این گیجی و سردرگمی فقط در سینما نیست و اتفاقا جالبه، یک روزی باید این ملت، شاید یک روزی خودی ها در ایران بودند، به قول اونها ناخودی ها در خارج بودن، اما امروز میبینی در سینما چند شاخه شده، در ورزش همچنین، و آقای همین مسئول سینما تازه به فکر این افتاده که فکری به حال سینما بکنه و تعریفی از سینمای اسلامی و هنر اسلامی بده که من فکر میکنم 300 سال دیگر هم چنین کاری از دست هیچ کس بر نخواهد آمد. اگر منظور ساختن کارهای مذهبیه که به اندازه کافی در طول همه این سالها انجام شده، هر شب ما داریم سریالهای مذهبی میبینیم و هر سال داریم فیلمهای درباره جنگ میبینیم، اما کجاست اون سینمای اجتماعی، اون سینمایی که دغدغه مردمه، سینمایی که باید سینماگرش به قول آقای قبادی یک روزی شهادت بده به تاریخ، یک روزی جامعهش رو وقتی با این فیلم ها ورق میزنن نسل‌های بعدی بدانند که چه اتفاقی افتاده. همچنان که سینمای بعد از ایتالیا، سینمای نورالیست بعد از ایتالیا از دوران فاشیستی آقای موسولینی و زمان هیتلر فیلم هایی داره که هنوز جزء فیلم های جاودان سینما هست. اما نوشته ای از آقای کیارستمی رو گفتید که من هنوز نخوندم، اگر که نمیدونم چی نوشته. اجازه بدید این رو من با بینندگان هم مطرح بکنم چون موضوع بسیار داغی هست و خیلی راجبه صحبت کردم. من اول به نامه نخست آقای قبادی میپردازم تا بینندگان عزیز بیشتر در جریان موضوع قرار بگیرن. آقای بهمن قبادی در بخشهایی از نامه خودش به آقای کیارستمی این چنین میگه که آقای کیارستمی عزیز، در این روزهای حساس و سرنوشت ساز، چه بخواهی چه نخواهی، چه درست یا چه نادرست، تنها معیار شرف و عزت و افتخار همراهی با مردم و همراهی نکردن با مخالفان مردم است. شما با حرفهایت ما را از اعتراض کردن در جشنواره‌ها و پیوستن به مردم و فیلم سازی درباره مشکلات اجتماعی و سیاسی نه کرده ای. مردم سکوت هنرمندان را فراموش نخواهند کرد. مردم بهترین داوران تاریخ هستند. این قسمت هایی بود از نامه آقای قبادی با آقای کیارستمی.